سلام، شنبه 31 مرداد 1388 و 22 آگست 2009 میلادی. چهار تا موضوع رو پی در پی خدمتتون عرض بکنم. موضوع اول این است که اینجا بررسی که می‌کردیم تظاهرات پراکنده روز پنج شنبه رو، پنج شنبه شب، شب جمعه رو، یک نکته خیلی مهمی نشون داده شد و اون تظاهرات توی شهرک آپادانا بود و معلوم شد که در مجتمع‌های آپارتمانی بزرگ، شهرک‌های مثل شهرک آپادانا، شهرک اکباتان، آتیساز و 10-15 تای دیگه لااقل در تهران و در شهرهای بزرگ یا پاره شهرهای کوچکتر، مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی که ما داریم در اقصا نقاط شهر، نقاطی است که بچه‌های فعال در اونجا خیلی 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 خوب میتونن اونجا رو به مناطق آزاد شده تبدیل بکنن. درست با همین اصطلاح، به این معنی که شبها به خصوص حالا که ماه رمضان هم از امروز شروع شده، بعد از افطار این فضای شهرک‌های آپارتمانی مکان خیلی خوبی است که می توانند با علائم جنبش، با پرچم، شعار و سایر نمادهای جنبش به تظاهرات بپردازن، کنترلش رو در دست داشته باشن و نشون بدن که این مناطق، مناطق تحت کنترل جنبشه. به راحتی این کارو میشه کرد و هر وقت هم که نیروی انتظامی و سرکوب بیاد، به راحتی، چون همه آشنا هستن، میتونن داخل خونه ها و آپارتمان ها برن و به دلیل ارتفاع آپارتمان ها خیلی خوب کسانی میتونن مسئولیت بپذیرن و از مجموع تظاهرات و احتمالاً اومدن نیروهای سرکوب هم عکس و فیلم بگیرن. به خصوص اینکه اگر لباس شخصی ها یا پلیس مخصوص یا غیره بیان، خیلی خوب میشه، یا بسیجی های سرکوبگر بیان، خیلی خوب میشه چهره هاشون رو عکس گرفت، فیلم گرفت و افشا کرد، چون به شدت ما احتیاج داریم به این که هر جایی این نیروها حاضر بشن عکس و فیلمشون رو بگیریم و به ملت معرفی بکنیم. بنابراین احتیاجی نیست بچه‌هایی که در اینجور مجتمع ها زندگی میکنن الزاماً برای تظاهرات پراکنده به جاهای دیگه برن. اصولاً بررسی این مدت نشون داده که در محله ها که بچه های اون محل آشناتر هستن بهتر میشه کار کرد و در مجتمع های بزرگ آپارتمانی این کار به خوبی انجام میشه و راه نیروهای ضد جنبش رو هم خیلی خوب میشه اونجا کنترل کرد و با بدون درگیری میشه کارمون انجام بدیم. اما خبر دیگه، نکته دیگه، در قم وقتی که تهدید کرده بودن نیروهای لباس شخصی و همین روش‌های که در این چند ساله گروه‌های لات و لوت در واقع درآوردن و پیروان آقای مصباح یزدی که میخوان حمله کنن، برن به دفتر آیت الله صانعی، تدارک خوبی بچه‌های قم کردند و بسیج کردن نیروها رو، رفتند و از حریم منزل آیت الله صانعی دفاع کردند. این کار باعث شد که جرأت نکردن اونجا پیداشون بشه. به نظر من این نشون میده که اون حاکمیت پیراهن شخصی های فاشیست در واقع در این 12-13 سال گذشته، شاید 20 سال گذشته که حمله میکردند به مراکز مردمی، اکنون رنگ باخته. جرأت نمیکنن بیان. تجربه روزنامه اعتماد ملی هم این نشون داد، به محض اینکه جنبش اعلام حضور میکنه با چند هزار نفر، چند حتی چند صد نفر، پیداشون نمیشه و در واقع کف خیابون رو به جنبش باختن و این بسیار دستاورد مهمی است که ما از این پس هم باید گوش به زنگ باشیم که دیگه اجازه ندیم همچین چیزی برگرده. نکته سومی که میخواستم بگم راجع به استادیوم بود. یک گزارشی دیدم، یک کسی نوشته بود من تنها رفتم، پیراهن سبز تنم بود و اذیتم کردن، کتکم زدن، پیراهنم هم پاره کردم و من برگشتم خونه. این بسیار نکته مهمی است. در یک جایی مثل استادیوم که بسته است، حتما باید تدارک بیرونی باشه و تعداد زیاد باشه. ضمناً
از بردن علامت یا پیراهن یا پرچمی که دردسر در بدو ورود به استادیوم هست حتما اجتناب بشه، برای اینکه میگردن، قبلا هم میگشتن. و یک نکته خوبی که یک کس دیگه نوشته بود این بود که چندین برابر سابق اونجا در استادیوم آزادی تهران نیرو بود، بنابراین خیلی جاهای دیگه شهر آزاد بود. از جمله اون بحث اولمون در شهرکا خیلی خوب میشه تظاهرات پراکنده کرد. اما بیام سر بحث آخری که بحث تشکیلات جنبشه که قبلا صحبتش رو کردیم. در مورد تشکیلات جنبش، جنبش ما هدف روشنی داره که این هدف برای رسیدن بهش، یعنی پایین کشیدن دولت کودتاچی و گذاشتن آقای مهندس موسوی رئیس جمهور منتخب ملت روی کرسی ریاست جمهوری، هرچه منسجمتر باشه گروه های پراکنده و کمیته هایی که ما شکل میدیم در هر کجا، این میتونه کارون بهتر پیش بره. پیشنهاد ما این است که هر گروه بین 3 تا 7 نفر باشه و یک رابط با گروه های دیگه داشته باشه. اگر تعداد بیشتر از 7 نفر شد به 2 گروه تقسیم بشن و هر گروه میتونه در محله باشه، که همجور که صحبت کردم تجربه نشون داده بچه های محل همدیگه رو میشناسن، کارشون هم راحت تره، یا در اقشار گوناگونی، مثلا دانشجویان در دانشگاه، دانش آموزا در مدرسه، کارگرا، کارمندا و اقشار دیگه، ولی هر گروه در اینجا باشه. اما گروه بین 3 تا 7 نفر که یک رابطه هم داره و جایگزین هم در درون خودشون برای اون رابطه گذاشتن، 4 تا وظیفه خیلی ساده داره. اول مطالعه است، که اسناد خوبی رو، که کتاب‌های خوبی، جزوات خوبی رو که دوستان اینجا زحمت کشیدن ترجمه فارسی کردن، من در روزهای دیگه خدمت تو معرفی میکنم و ارسال میکنم، که برای مطالعه هر گروه میتونه مفید باشه. دوم انجام اکسیون هاست. انواع اکسیون ها از ساده ترینش مثل شعار نویسی، تهیه عکس و فیلم، تهیه گزارش از هر حادثه‌ای که اتفاق میفته، تظاهرات پراکنده، کمک به سازماندهی الله اکبر گفتن، کمک به اعتصاب ایتالیایی که قبلا صحبتش کردیم، مسائل برق و مخابرات و کامپیوتر برای فلجسازی دولت، تا کمیته اعتصابات در مراحل پیشرفته تر و عملیات موردی که حالا قبلا هم صحبت کردیم. ما شاید تا الان بیشتر از 6-7 نوع اکسیون رو بیشتر کار نکردیم، در حالی که لااقل بیش از 190 نوع در مبارزات بیخشونت اکسیون های مختلف اعلام شده، که تو این کارهای مطالعاتی من خدمت و معرفی خواهم کرد، و به اضافه ابتکارات ما. بنابراین زرادخونه مبارزه بیخشونت صدها اکسیون های جدیدتر داره که به تدریج میتونه استفاده کنه. کار سوم ارتباط افقی و شبکه‌ای با گروه‌های دیگه است، که این البته شاید از آخرین کارهایی است که هر گروه باید بکنه با قید احتیاطات لازم. و اون بحثی که راجع به شبکه خبررسانی کردیم، که هر عضو گروه بین 3 تا 7 نفر سعی کنه لااقل به 20 نفر دیگه، بین 10 نفر تا 20 نفر دیگه، هرچه هم از خودش دورتر، اطلاع بده، خبر بده، خبررسانی بکنه. و آخرین وظیفه در واقع هر گروه داشته باشه ارتباط عمودیه، که درست کردن یک جیمیل امن HTTPS یا یک اسکایپ روی کامپیوتر، یک نفر مسئول باشه یا همه اعضای گروه داشته باشن ولی یک نفر مسئول ارتباط باشه، برای ارتباط عمودی با جاهای دیگه، با دوستانی در بیرون از گروه یا در حوزه های دیگه. اما کارهای انجام دادنی رو، بنابراین اگر من بخوام به ترتیب اولویت برای هر گروه 3 تا 7 نفری که تشکیل میشه، این است: اول همه ساده ترینش ساختن یک ایمیل جیمیل امن HTTPS برای گروه. دوم خبررسانی به لااقل 20 نفر دیگه است، که این ساده ترین کارهایی است که هر گروهی میتونه شروع کنه. بعد سازماندهی اون گروه 3 تا 7 نفره برای شعار نویسیه، که یک وبلاگ خوبی را من خدمت تو معرفی کردم، تهیه عکس و فیلم، چه از شعار نویسی چه از سایر کارهایی که
انجام میشه یا سایر صحنه هایی که لازمه و نصبش روی اینترنت، گزارش نویسی از حوادثی که اتفاق میفته و گذاشتنش روی اینترنت و همینطور از مزدورا و از سرکوبگرا و تظاهرات پراکنده است، همینجوری که بحث قبلیمون و سایر فعالیت ها که صحبتش شد و دفاع از سایر حریم های جنبش. من باز هم تکرار میکنم، اگر کسانی در واقع این گروه رو تشکیل میدن، اگر میخوان برای msazegara@gmail.com هم بفرستن، یک اسم ساده یا برای خودشون بذارن، ترجیحاً سهراب، ندا یا جنبش سبز با یه شماره‌ای باشه که گزارشی چیزی هم میخوان بفرستن، ما هم بتونیم این طرف همکاری لازم رو بکنیم تا مجموع اینها در خدمت هدف جنبش باشه. عرضم تمومه، تا فردا شاد و پیروز و موفق باشین.